سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. اپیکورس، فیلسوف یونان باستان، برهان شر رو در رد وجود خدا مطرح کرد. 2350 ساله که فیلسوفا با این برهان مشغولند. از بلایای طبیعی مثل آتش فشان و زلزله و بیماری های نوزادان و ماجرای هولوکاست به عنوان نمونه های از وجود شر در عالم یاد میشه. خلاصه این برهان میگه وجود این همه شر در دنیا با وجود یک خدایی که دانا و توانا و خیرخواه مطلق باشه جور نیست. یا خدا نمیدونه این همه شر هست، عالم نیست. یا میدونه نمیخواد کاری کنه، خیرخواه نیست. یا میدونه و میخواد کاری کنه اما نمیتونه، که قادر نیست. خلاصه نخواست، نکرد، نشد، نتونست، ندونست، هرچی که هست. این همه شر با وجود خدایی با چنین صفات مطلقی جور نیست. فلاسفه اسلامی ماشاءالله همه جواب دادن. همه هم تقریبا مشابه هم دیگه گفتن. ابتدا بگذارید نظر دکتر عبدالکریم سروش رو مطرح کنم چون متفاوت از بقیه گفته. دکتر سروش در واقع برهان شر رو میپذیره و در صدد توجیه اون نیست. او معتقده نه تنها خیرها از سوی خداست، بلکه همه شرها هم از اوست. در اونجایی که هولوکاست بود و یهودی‌ها رو می‌سوزوندن، خدا اون کنار وای نستاده بود، تو صحنه بود، خودش اینا رو می‌سوزوند در واقع. و اونجایی که زلزله میاد و یه عده‌ای می‌افتن می‌میرن، خدا کنار وای نستاده بود، خودش این زلزله رو داره می‌گیره، خودش داره جونا رو می‌گیره. دکتر سروش بر این باوره که این ایرادها بر خدا وارده، جای دفاع کردن هم نداره، چون خدا باوران خدا رو انسان گونه ترسیم کردند، صفات انسانی برای خدا قائل شدند. عادل، بخشنده، مهربان، زیبا، کریم، خیرخواه، دانا، توانا، عزیز، همه اینها صفات انسانی هستند. اینها صفات واقعی خدا نیستند. وقتی صفات خدا واقعی نیستند، خودش هم واقعی نیست دیگه. خدا رو با این صفات میشناسیم. بگذاریم. اما دکتر آرش نراقی سعی کرده از همه طرف این برهان شر رو رد کنه. دکتر نراقی شرهایی رو مطرح میکنه که یا خیری درشون نیست و یا اونقدر خیرشون ناچیز هست که به شرش نمیارزه، و نام اون رو شر گزاف میگذاره و متن برهان شر اپیکورس رو این گونه تغییر میده که در دنیا شرور گزاف وجود داره و این شرور گزاف با وجود خدای خیرخواه سازگار نیست. او با این کار منتی بر سر اپیکورس میگذاره و میگه با افزودن صفت گزاف این برهان رو قوی تر کردم. ما در واقع دکتر نراقی با این حرکت بخشی از برهان رو حذف کرده و عملا مجوز اعمال یک سری شرور رو به خدا داده. او سپس با مبهم خواندن مرز بین شرور معمولی و شرور گزاف، عملا دست خدا رو برای برپایی هر گونه شروری باز گذاشت. آخر سر هم گفت که حالا از کجا معلوم این شروری که میگید گزافه واقعا گزاف باشه؟ شاید اونها هم خیر بزرگی درش هست که ما از درک اون ناتوانیم. هیچی دیگه. دکتر نراقی مبهم بودن مرز شرور معمولی و گزاف رو این گونه توجیه میکنه. میگه فرض کنیم خدا برای رسیدن به خیر 1,000,000 شر رو انجام بده کافی باشه. یعنی بیشتر از اون دیگه میشه شر گزاف، شر زیادی که از خدا بدوره. بعد میگه خب خدا اگه از اون 1,000,000 شر چند تا دونه شر کمتر انجام میداد، باز به مقصودش میرسید دیگه، درسته؟ پس بین شر معمولی و شر گزاف مرز دقیقی وجود نداره و خدا باید دل بخواهی یک جا رو مرز تعیین کنه و بیش از اون رو انجام نده. حالا با فرض این قصه، من نمیدونم چرا خدای دکتر نراقی رفته بیخ انتهای هرچی شره اونجا مرزش رو تعیین کرده. در تعیین مرز هرچقدر هم دل بخواه باشه، باید یک حداقل منطق و انصافی رو رعایت کرده باشه. این همه شر به بهانه مبهم بودن مرز شرور گزاف؟ ای بابا؟
علاوه بر اون شرهای عالم شرهای کوچیک کوچیک و دونه دونه نیستند. ای که بگیم چند تا شر بدم خدمتتون خیرش رو ببینید. هر شری پیامدهای ناگواری داره که تک به تک قابل بررسی هستند. بسیاری از شرها اونقدر خیرشون ناچیز هست که به شرش نمیارزه. پس اونها طبق تعریف دکتر نراقی عزیز شر گزاف محسوب میشن. آخه شر که نخود آش نیست که بگیم چند تا نخود برای پخت آش کافیه. بعد بگیم حالا یه چند تا دونه کمتر میریختیم دیگه آش نمیشد. از صحبت از سونامی نه ریشتری هست، صحبت از هولوکاست هست که میلیون ها نفر زجه زدند و خدا رو التماس کردند دریغ از کوچکترین نشانه ای. اون موقع خدا کجا بود؟ شما برای هر شری بالاخره یک خیری هم میتونید پیدا کنید. حالا کی میخواد تشخیص بده که اینها خیر برتر از اون شر بودند یا نبودند؟ دکتر محمود مروارید دیگر فیلسوف اسلامی، او در توجیه شر میگه افعال مختارانه انسان بر شرور حاصل از آن برتری دارد. یعنی اگه جنگ جهانی دوم برای بشریت شر بود اشکالی نداره، عوضش خیر برتری درش بود. خیرش این بود که هیتلر مختار به جنایت بود. همین، این رو برای اون مصیبت جنگ خیر برتر میدونه و به صراحت میگه اگر خدا باشد همه شرها موجه خواهند بود. فلاسفه اسلامی فقط در تلاش مخلوط کردن خیر و شر و مبهم کردن اون هستند تا از پاسخگویی نسبت به شرهای موجود در عالم فرار کنند. برهان شر فقط اشاره به شرور گزاف نداره. بروز هر شری با خیرخواهی در تضاده. اصولاً یک خدای خیرخواه چرا باید چنین دنیایی رو درست کنه که در اون برای رسیدن به خیر باید شرهای زیادی رو تحمل کرد؟ چرا خدا اون بهشتی رو که در اون درد و شر و بلا نیست، چرا چنین دنیایی رو خلق نکرده که بتونه خیرخواهی خودش رو نشون بده؟ اگه میتونسته چنین بهشت بی شری رو خلق کنه ولی نکرده، خب پیداست دوست داشته که شر بپا کنه دیگه. پس خیرخواه نبوده. آخه خیرخواه مطلق بودن باید در عمل باشه نه در حرف. این نکته هم مهمه که نمیتونید بگید همه شرها شاید خیری درشون باشه و ما از درک اون عاجزیم. خیر، وقتی در مورد چیزی استدلال می کنید، دلیل میارید، ادعا می کنید که خیرخواهی هست، یعنی دارید اون رو در چارچوب عقل و منطق انسان قرار میدید. دیگه نمیتونید دلیل اون رو به خارج از درک انسان حواله بدید. شما به چیزی میتونید بگید خیره یا شره که طبق درک انسان خیر و شر باشه، وگرنه یک کلمات دیگر رو استفاده کنید. دکتر نراقی میگه والدین یک نوزاد به او واکسن میزنند چون خیر بزرگی در اون هست، اما نوزاد نمیتونه اون خیر رو درک کنه و تنها درد اون واکسن رو حس میکنه و فکر میکنه که پدر و مادرش شر درد رو برای او خواستند. او میگه در این مثال ندانستن خیر از سوی بچه به خاطر ناتوانی خود بچه است و تقصیری متوجه والدین نیست. در اینجا خدا نقش والدین رو داره و انسان در نقش یک نوزاد بیعقل. اشکالی نداره، اما خنددار اونجاست که از یک نوزاد انتظار داشته باشی که بپذیره که پدر و مادرش خیرخواه مطلق هستند. از نوزاد هم باید به اندازه عقلش انتظار داشته باشیم دیگه، درسته؟ خصوصا وقتی پدر و مادرش اونقدر به اون بچه واکسن میزنند، اونقدر به بچه واکسن میزنند که بچه میمیره. اینه دیگه، شرهای دنیا در حد یک درد ساده که نیست. حالا این نوزادی که نمیتونه خیر و شر یک واکسن رو تشخیص بده، از چطور میتونید بگید میتونه خیر بودن شیر دادن مادر رو درست تشخیص بده؟ بالاخره توانایی تشخیص درست رو نداره دیگه. همونطور که مثلا یک بره هم شیر دادن چوپان رو خیر میدونه،
اما در واقع این شیر دادن برای اینه که اون بره رو برای سربریدن چاقتر کنه. یعنی در همون شیر دادن هم میتونه شر بزرگی باشه. اگه سونامی خیر هست و شما درک نمی کنید، خب شاید باران هم شری باشه، باز شما درک نمی کنید. نمیشه که برای تشخیص شر نوزاد باشید و برای تشخیص خیر علامه ده باشید. در آخر در تایید درستی برهان شر، همین بس که هم دکتر نراقی و هم دکتر مروارید قادر مطلق بودن خدا رو نادیده گرفتند، خدا رو محدود و ناچار و ناتوان دانستند. دکتر نراقی میگه قدرت مطلق خداوند به حدود محالات منطقی محدود است و دکتر مروارید میگه قادر مطلق هم نمیتواند محدودیت‌های متافیزیکی را زیر پا بگذارد. محالات منطقی که دکتر نراقی میگه محدودیت‌های این دنیاست و محدودیت‌های متافیزیکی که دکتر مروارید گفته محدودیت‌های ماورای این دنیاست. یعنی این خدای به اصطلاح قادر مطلق از چپ و راست محدودیت داره. من نمیدونم پس چرا میگن قادر مطلق؟ آخه این کلمات بار معنایی دارن. نمیشه همینجوری هر جایی ازشون استفاده کرده. وقتی قدرت خدا محدودیت داره، یعنی قدرتش نامحدود نیست، یعنی مطلق نیست. خب اپیکورس هم همین رو گفته بود دیگه، گفته بود این دنیا با خدای قادر مطلق سازگار نیست. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زوز هستم.